با نام یاد پروردگار یک تو و بی همتا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما عزیزان و دوستان خوبه برنامه یه تمدن اسلامی وقت همه تان بخیر امید است هر کجایی که هستید جور و صحتمند بوده و جامعه های صحتمندی و عافیت را بر تن داشته باشید. الله متعال را سپاسگزار هستیم که یک بار دیگر برای من فرصت داد تا از برنامه تمدن اسلامی در خدمت شما قرار بگیریم. با ما جناب دکتر صاحب عبدالصبور فخری هست و بازم جناب استاد را همچنان به خود داریم و صحبت میکنیم در ادامه بحثمان پیرامون جایگاه شعر در تمدن اسلامی و میپردازیم به شعرهای صدر اسلام، شاعرانی که در این دوره بودن هم در این زمان بودن چه کسانی بودن و تاثیرگذاری اشعار اینها در تاریخ تمدن و در تمدن اسلامی چقدر بودن. قبل از آغاز بحثمان جناب استاد وقت شما بخیر و سپاس از حضورتان. و شعرهای صدر اسلام چه کسانی بودن؟ نحمدک اللهم حمد الشاکرین و نتوب الیک توبت العائدین، نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا محمد ابن عبدالله و علی آله و صحبه و من والا. شعرهای صدر اسلام اول خواه همونطور که ما در هفته قبلم روی صحبت داشتیم که تأثیر قرآن بله و پیامبر صلی الله علیه و سلم به فکر و اندیشه شعرا بسیار عمیق بود، به گونه که یک چند مدتی تعدادی از شعرا از شعر گفتن انصراف دادند، مشغول به قرآن و مشغول به سخنان پیامبر و آموزش اسلام شدند و همزمان فتوحات اسلامی هم جریان داشت. بله اینا چیزایی بودند که دل مشغولی های بودند که شعرا را از شعرگویی منصرف ساخت، اما با وصف او هم در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بعضی از شعرا مشهور هستند که به نام شعرا الرسول یادشان میکنند، یا بعضی هم مدافعین اسلام. از او جمله خیلی کسی که خیلی مشهور است حسان ابن ثابت بود. حسان یک استابناکترین چهره هاست. حسان ابن ثابت با وصفی که نصف عمر خود در جاهلیت گذشتانده، یعنی که دوره خوب زندگی خود در دوران جاهلیت سپری کرده که 60 سال می شود و بعد 60 سال دیگر در روایت ها آمده که در اسلام سپری کرده، در همین مدتی که در اسلام سپری کرده و مخصوصا در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم چنان شعرش با مفاهیم اسلامی، با مفاهیم قرآنی و با مفاهیم احادیث نبوی بله خلط شده که در بسیار موارد انسان احساس میکند که اسلام چقدر بر روح و روان حسان ابن ثابت تأثیر داشته. همین طور شعرهای دیگری بودند که اونا هم از اسلام خیلی متأثر بودند، بسیار شدید متأثر بودند و در دفاع از پیامبر، در دفاع از اسلام، در دفاع از عقیده اسلامی شعر می سرودند. از او جمله کسی دیگری که بسیار مشهور بود عبدالله ابن رواحه بود رضی الله عنه. عبدالله ابن رواحه شخصی بود که از جمله انصاری ها بود و حسان ابن ثابت هم از جمله انصار بود. اینا عبدالله ابن رواحه در غزوه مؤته به شهادت رسید، اما چون غزوه مؤته تقریبا در سال هفتم هجرت واقع شده، در سال اول هجرت تا سال هفتم هجرت که 7 سال را در دامن اسلام زندگی کرده و البته که عبدالله ابن رواحه یک سال پیش از هجرت مسلمان شده بود، زمانی که حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه که یک سال پیش از هجرت به مدینه منوره رفت در اونجا دعوتگری را شروع کرد، در جریان اون سال بود که عبدالله ابن رواحه مسلمان شده بود. یعنی عبدالله ابن رواحه 8 سال در دامن اسلام زندگی کرد، 8 سال پربار، 8 سال آمیخته با احساسات اسلامی و احساسات دینی بسیار عمیق. و به مو خاطر عبدالله ابن رواحه وقتی که پیامبر اسلام او را فرستاد به
جنگ مؤته. در جنگ دو سرلشکری که قبل از او بودند که یکی زید ابن حارثه بود، ابتدا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مثل که برش وحی شده بود، نمیدانم چطور شده بوده، در سیرت آمده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اونجا اول از زید ابن حارثه را به عنوان سرلشکر مسلمان ها تعیین می کند که مولای پیامبر خدا بود، یعنی غلام آزاد شده ایش بود که پیامبر خدا در زمان قبل از بعثتش او را به عنوان فرزند خودم خونده بود. بله. و بعدها هم دختر عمه ایش را هم به نکاحش در آورده بود که زینب بنت جحش یادش می کنند که بعدها زینب بنت جحش وقتی که طلاق داده شد بر نکاح پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در آمد. بعد از شهادت زید ابن حارثه پسر کاکای پیامبر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه به سرلشکری مسلمان ها رسید و بعد از شهادت او عبدالله ابن رواحه سرلشکر مسلمان ها شد. به هر حال هر سه سرلشکر در او جنگ به شهادت رسیدند و بعد سیف الله المسلول خالد ابن ولید رضی الله عنه به سرلشکری مسلمان ها رسید. به هر حال بحث ما دور نرود که عبدالله ابن رواحه هم در میدان جنگ و کارزار نظامی و هم در میدان فصاحت و شعرگویی سرآمد روزگارش بود. جناب استاد، اشعاری را که حسان ابن ثابت و همچنان عبدالله ابن رواحه رضی الله عنها می سرودند، آیا این اشعار هم قوتی داشتند در مبارزه و نقش داشتند در جهاد؟ بسیار وقتا می شد که این شعرها را در دفاع از اسلام می سرودند و تأثیر عمیق بالای شنونده ها می داشت. بله. و دیگرها را به طرف جنگ و به طرف مبارزه و به طرف مقاومت فرا می خوند اشعارشان، و در جریانه که اینا جنگ می کردند این شعرها را هم زمزمه می کردند در غزوه بدر، در غزوه احد، در غزوه های دیگری که اینها به جنگ می رفتند. یک شعر را خود عبدالله ابن رواحه هم در امو غزوه مؤته یاد کرده که حال متاسفانه در حافظه ایم نیست، که نفس خود مخاطب قرار میده و میگوید که در ابتدا وقتی که شمشیر فرماندهی را به دست خود میگیرد و درفش را در دست چپ خود میگیرد تا برود به مساف دشمن، در این وقت نفسش یک مقدار شیرینی میکنه برش، شیرینی میکنه و باز نفس خود مخاطب قرار میده که چرا میترسی، چرا به مساف دشمن نمیروی، مگر حورای بهشتی در انتظار تو نیست؟ باید مفاهیم از این قبل چیزهایی را در شعرش وجود دارد که بعد وقتی که شعر خود را میخواند و شمشیر خود را میگیرد در مقابل دشمن میجنگد تا وقتی که جام شهادت میتونه. حتی بر خودش هم خیلی تاثیر داشته. بر خودش هم تاثیر عمیق داشته. همین طور مثلا از جمله شعرهای دیگر یکی از کعب بن زهیر نام داشت. کعب بن زهیر اگرچه دیر مسلمان شد، بله، همواره علیه اسلام شعر میسرود، اما بعد از اسلام شعرهایی که سروده، اولین شعری که سروده در مدح پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم شعر سرود که شعر بسیار زیبایی است، قصیده بسیار زیبایی است که به نام قصیده الورده مشهور است. در روایات آمده بود زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم مکه را فتح میکرد، در فتح مکه دستور داده بود که 9 نفر بر روایت 11 نفر را گفته بود اگر اینها را شما دیده که از پرده های مکه خودشان را اویزان کردند باز هم اونا را بکشید. از جملهشان یکی هم کعب بن زهیر بود. کعب بن زهیر، البته پدر کعب که زهیر است، او هم از جمله مشهورترین شعرهای زمان جاهلیت است که به نام زهیر ابن ابی سلمى نام دارد، که از جمله شعرهای بسیار مشهور و چیره دست او زمان محسوب می شود.
کبک فرزندی واسه هم به شاعریت میرسد از در نتیجه شاگردی که بر پدر خود میکند و از شاعرای دیگری تقلید میکند. در این وقت باز این وقتی که شعر میگوید کعب بن زهیر، به هر حال چون داستانش طوری است که همونطور یاد کردم پیامبر خدا خونش مباح دم قرار داده بود، در اون صورت این فرار میکند از یک قبیله به دیگه قبیله، از قبیله به دیگه قبیله، بالاخره دنیا برش تنگ میشه، دنیا برش تنگ میشه. برادری از این صخر نام داشته، نامه به صخر روان میکند که چیکار کنم. او میگوید که بیا به پیامبر خدا تسلیم شو. زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از غزوه مکه به مدینه منوره باز میگردد، در اونجا باز این ملحق میشود به مدینه و همو شعر زیبای خود را میسراید که بعض مفاهیم بسیار زیبای در شعرش وجود دارد که بانت سعاد و قلب اليوم مطبول، از همینجا شروع شون بانت سعاد و قلب اليوم مطبول و العفو عند رسول الله مأمول. اینجا نبیت ان رسول الله اوعدنی و العفو عند رسول الله مأمول. اینجا وقتی که چیزایی را میگه اید با یک نوع بد توبه کننده و بازگردنده به سوی اسلام باز می آید. وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این شعرش را میشنود، برایش در روز زمان ها قاعده بری بوده که هر شاعری که چیز شعری می سرود یا مدح می گفت، برای از او یک چیز به نام صله می پرداختن و بعدهای جریان زیاد بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی از گرانبهاترین چیز برای از او به حیث صله داد. او بردهش بود، برده هم او چیز شبیه به چپن ما و شما است که بالای لباس پوشیده می شود، مثل جیلک، مانند جیلک و چپن و اینا. ای را پیامبر خدا از خودش مورک داشت، ای را برای کعب بن زهیر بن ابی سلمة داد به عنوان صله. و این قصیده مشهور شد به نام قصیده البرده، یعنی قصیده که در بدل برده به اصطلاح برنده برده شد. بعدها باز در مورد از این شعرهای دیگری هم سروده شد، کسان دیگری آمدن امید شبیه به قصیده بردش قصیده ها سرودن. حتی تا عصر حاضر، در عصر حاضر یکی از شاعرهای چهره دست مصری به نام احمد شوقی نام داشت. این احمد شوقی هم یک قصیده نوشته کرده بود به نام نهج البرده. نهج البرده یعنی شیوه و اسلوب برده. قصیده برده شعر خیلی زیبا و دارای مفاهیم بسیار ایمانی بلندی هست. در این زمان سروده شد. به هر حال این یکی از شعرهای صدر اسلام امی کعب بن زهیر بوده و یک شاعر دیگری به نام خنسا نام داشت. بیشتر صحبت میکنیم در مورد خنسا ما پس از یک میان برنامه. کوتاه بینندگان عزیز، تمدن اسلامی ادامه دارد. باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز. ادامه برنامه تمدن اسلامی را بیننده و شنونده هستید. صحبت میکنیم در مورد شعرهای صدر اسلام و موضوع برنامه من هست جایگاه شعر در تمدن اسلامی. البته از ادامه بحثمون از برنامه گذاشته، جناب استاد در مورد شاعری که خانم هست یا هم زن هست، خنسا گفتید. بله، خنسا یک خانم بود. بله، در یم نیمه از عمر خدا در زمان جاهلیت سپری کرده، نیمه دیگرش در اسلام سپری بله. کرده. کسانی که معمولا نیمی از عمر خود در جاهلیت و نیمش در اسلام سپری میکردن، اونا را به نام شعرا المخترمین میگفتن. مخترم به کسی اطلاق میشود که دو عهد را بسته زندگی کرده باشد، به اصطلاح سپری کرده باشد، در هر دو عهد شاعر بوده باشد. بله. و به او اساس همه از این شعرا به نام شعرای مخترم محسوب میشوند. حسان ابن ثابت هم مخترم حساب میشه، کعب بن زهیر هم مخترم حساب میشه، کعب بن عبدالله ابن رواحه هم حساب میشود، اگرچند عبدالله ابن رواحه را در جمله مخترمین یاد نمی کنند به خاطر از این که او مثل که در زمان جاهلیت شعر نگفته، اگر زندگی هم کرده در زمان جاهلیت ولی شاعر نبوده. در حالا زمان به اساس اشعارشان مخترمین که در قبل از اسلام و بعد از اسلام قبل از اسلام و بعد از اسلام در هر دو دوره شعر گفته باشند، ولی کسایی که
مشهور هستند که اینا شعرهای مخترم هستند، کعب بن زهیر است و خنسا است و حسان ابن ثابت، اینا رو به نام شعرهای مخترم یادشون میکنن. روی هم رفته این خنسا از جمله شاعرای مخترم محسوب می شود و در روایت ها آمده که در زمان جاهلیت ای یک برادر داشت به نام صخر. صخر رئیس قبیله بود و در او وقت که زندگی قبیلوی خو آمیخته با مشکلات بود، از یک طرف اگر نقطه امتیاز بود برای یک رئیس قبیله، از طرف دیگری هم نقطه مشکل و مشکل ساز بود. کسی که رئیس قبیله می شد خیلی از دشمنی ها را به خود می خرید. بله. و مردم با او دشمنی می کردن، قبایل دیگر دشمنی می کردن، گاهی هم در داخل قبیله با او دشمنی ها صورت می گرفت و بر سر قدرت و بر سر سلطه دیگران رقابت می کردن. و صخر هم در یک رقابت بسیار شدید در میان قبیله و در میان قبائل او زمان به اصطلاح قرار داشت. در جوانی شاید هم عمرش ذکر نکردند که در چه سالی در کدام سنین قرار داشته، از طرف رقبای سیاسیش یا رقبای قدرت به قتل میرسد. و خنسا به خاطر حزن و اندوهی که نسبت به برادر خود داشته، اشعار مرثیه های بسیار خونبار و محزون و حسن انگیز و غم انگیز سروده که واقعا تا امروز هم مگاه گاهی او شعرهای حسن انگیز خنسا را که میخونم بعد از 14 قرن و 15 قرن همی بعد از 1500 سال یا 1600 سال شاید میشود که وقتی که او را انسان میخوند خیلی برای آدم تأسف بار است که میبینی که چقدر یک خانم به خاطر قتل برادرش اشک می‌ریزد، ولی اشک با زبان شیر، اشکی که از او شیر می‌تراود. و اما همین صخر وقتی که مسلمان می‌شود، بعدها فرزندانش در غزوات شرکت می‌کنند و مخصوصاً که در فتح قادسیه شرکت می‌کنند. فتح قادسیه که جنگ قادسیه بسیار مشهور است که در نتیجه فتح قادسیه منطقه فارس همه به اصطلاح فتح می شود که بعدها جنگ های خرد و کوچک دیگری هم صورت می گیرد. دو جنگی که در سرزمین فارس رخ داده که بسیار سرنوشت ساز بوده، یکی هم جنگ قادسیه بوده و یکی هم جنگ نهاوند یادش می کنند معروف هستند که اردو دو جنگ معروف هستند. و هر حال فرزندان خنسا هم در جنگ قادسیه شرکت میکنند. 4 فرزندش یک جا در یک جنگ به شهادت میرسند. وقتی که خبر میدن برای خنسا که فرزندایت به شهادت رسیدند، سجده شکر به جای میآورد که ما فرزندایم در راه الله به شهادت رسیدند و خداوند آنها را به عنوان شهید قبولشان کرده. و سجده شکر به جای میاره که من انشالله با فرزندای خود در بهشت قرار خواهم داشت. اینا را ببین که شعر اسلام چگونه از یک انسان چیز دیگری میسازد. در ابتدا وقتی که مسلمان نیست چگونه به خاطر برادرش میگیرید و اشک میریزد و شعر مرثیه های خونبار میگوید، اما وقتی که فرزندانش در جنگ با دشمنان اسلام به شهادت میرسند و در دفاع از اسلام به شهادت میرسند و به خاطر فتح اسلامی به شهادت میرسند، در اینجا نه تنها که اشک نمیریزد بلکه سجده شکر به جای میآورد. اینا همه تاثیر اسلام بوده که از انسان یک موجود عجیبی میسازد، یک موجود شگفت‌انگیزی میسازد که کاملا یک شخص را از لحاظ ذهنی و از لحاظ فکری و از لحاظ شخصیتی منقلبش می سازد. همینطور ما شاعر دیگری هم در این زمان داشتیم به نام کعب بن مالک. کعب بن مالک هم از جمله انصاری ها بود و کعب بن مالک در بعضی از روایت ها اومده، شاید شما در سیرت هم خونده باشید، که او یکی از سرداران اسلام و یکی از
سرمایه‌داران اسلام و یکی از انسان‌های معتقد و پاک طینت بود. در غزوه تبوک بنابر تنبلی یا وسوسه شیطان نتوانست که در غزوه تبوک شرکت بکند و بعد وقتی که مسلمان ها رفتند در غزوه تبوک و بازگشتند و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم متخلفین از جنگ را پیش خود فرا خواند و از جمله از اونها کعب بن مالکم بود که به جنگ نرفته بود. به جنگ نرفته بود. وقتی که پیامبر خدا پرسانش کرد که چرا به جنگ شرکت نکردی، چرا به جهاد نرفتی، هیچ ایمانش اجازه برش نداد که دروغ بگوید. اما ایمان صادقانه ای که داشت، درست است که در نتیجه یک ضعف انسانی، انسان در هر زمانی که زندگی بکند گاه گاهی دچار ضعف انسانی می شود و شاید هم یک مقدار بزدلی کرده باشد، شاید هر طور بوده باشد، ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که پرسانش می کند که چرا به جنگ شرکت نکردی، می گوید که به خدا سوگند که هیچ مشکلی نداشتم، ولی نمی دانم که چرا نتونستم به جنگ شرکت کرده. من معذرت میخوام، هر جزایی که بر من میدی بر من جزا بده. و دو نفر دیگر هم از صحابه، یکی هم معاویه نام داشت و یک بلال ابن معاویه نام داشت، یک نفر دیگرش هم که از اینم بیرون شده فکر میکنم ربیعه نام داشت، اینا سه نفر عذر نیاوردن و گفتن صادقانه که ما مشکل کلانی نداشتیم، ولی وسوسه شیطان یا به هر حال ضعف‌های انسانی سبب شد که ما در جنگ شرکت نکنیم. اما یک تعداد از منافقین، تعداد زیادی از منافقین بودند که در جنگ شرکت نکرده بودند، آنها آمدند به پیغمبر خدا اعذار دروغین جور کردند. پیغمبر خدا و عذرهای دروغی نشانه پذیرفت و به حال خودشان گذاشتشان و بین خودشان و خدا. اما این سه نفر گفت که اینا باید مجازات شوند، اینا را مجازات کرد بند و مسلمان ها را دستور داد که از اینها با اینا رابطه تان قطع بکنید، رابطه رفت آمد تان قطع کنید، رابطه گفتگوی تان قطع بکنید، حتی تا اندازش که 50 روز اینها در مجازات باقی ماندند که مجازات انقطاع گفتگو با آنها. بله. تا وقتی که بعد از 50 روز اینها و قرآن نازل شد و بر اینا را توبهشون پذیرفت که و در قرآن کریم آمده که و علی الثلاثه الذین خلفوا، آیت قرآن کریم به می عنوان شروع می شود. و سه نفری که تخلف کرده بودند از اشتراک در جنگ، و باز الله جل جلاله در مفهوم آیت می آید که اونها را توبهشون پذیرفته. به هر حال اینا توبهشون پذیرفته شد و الله جل جلاله اونا را مورد عفو قرارشون داد و در جمع مؤمنین صادقین حساب می شوند. ای کعب بن مالک هم از جمله شعرهای چیره دست مسلمان های صدر اسلام بود که در دفاع از اسلام چیزهای بسیار زیبایی نوشته کرده بود که حالا متاسفانه ما نه فرصتی از این داریم که اونا را اشعارشون بخونه، و از طرف دیگری هم چون اشعارشون به زبان عربی است و شنونده ها و بیننده های عزیز ما به زبان عربی آشنایی ندارن، و به همین اندازه که در موردشون بیان کردم اکتفا میکنیم. حالا جناب استاد، شعرهایی که برزی که اسلام انتشار رفت در سراسر کره خاکی زمین، شعرهای دیگری هم در گوشه و کنار دنیا بودن. خب اینا خود صرف همو شعرهایی بودن که در زمان پیامبر اسلام سلام در مدینه منوره هم در مکه در مدینه و مکه و اینا. بعدها البته شعرهای دیگری هم آمدند. او شعرها را میتونیم بگویم که شعرهای مسلمان بودند، اما نمیتونیم بگویم که به مستوای حسان ابن ثابت از ایمانیات برخوردار بودند یا هم خنسا، که یا به اصطلاح یا خنسا. و چند نفر دیگری هم در امو صدر اسلام مشهور هستند. بله. یکی به نام عمر بن ابی ربیعه نام داشته که از جمله شعرهای صدر اسلام محسوب میشود، و بعد در دوران یکی هم به نام حطیئه نام داشته و از یکی هم به نام زبرقان ابن بدر نام داشته. اینا از شعرهای زمان خلفای راشدین بودند که در زمان خلفای راشدین اینا بیشتر مشهور بودند. بعد در زمان خلفای بنی امیه
در دوران بنی امیه باز یک تعداد شعرهای دیگری هم خط برافراشتند که خیلی مشهور هم شدند. بعض از اونها از جمله جریر نام داشت و فرزدق نام داشت و اختل نام داشت. اینا این سه نفر خیلی شهرت پیدا کردند و در هر یکی از اینا با یک طایفه از مردم چون در زمان خلافای بنی امیه چون اختلافات سیاسی هم عمق پیدا کرده بود، چند حزب سیاسی به وجود آمده بود، این احزاب این شعرا هم به یکی از احزاب سیاسی به طور مجموع مثلا ارتباط داشتن. مثلا در اوج حزب بنی امیه بود و یکی حزب علویین بود، یعنی که فرزندان علی رضی الله عنه و علی و فرزندانش، و یک حزب دیگر هم حزب زبیریین یاد بگردند که عبدالله ابن زبیر مثلا در رهبری از او حزب قرار داشت، و یک هم حزب خوارج که یک تعداد مردم از کنار حضرت علی رضی الله عنه جدا شدند که به نام خوارج یاد شدند، که متاسفانه آثار بسیار سیء و زشتی در تاریخ اسلام بر جای گذاشتند. در اون زمان هم یک تعداد از فصحا و یک تعداد از شعرا در کنار خوارج هم قرار داشتند که اونا را از بود سیاسی مشکل خود داشتند، از لحاظ سیاسی و فکری، اما از لحاظ فصاحت و بلاغت که هر فکری داشته باشد خب ما فصاحت و بلاغتشان میتونم اعتراف بکنیم برای از او. در چه در عصر امروز هم باشد تعدادی از کسانی هستند که با فکر و اندیشه ما هم نظر نیستند ولی فصیح و بلیغ هستند، شاعرای چیره دست هستند. از او جمله یک چند نفری را یاد میکنم، یکی به نام ابوالاسود دوعلی نام داشت و شخص دیگری به نام الکمیت ابن زید نام داشت، یک شخص دیگری به نام اترماح ابن حکیم و ابن قیس رقیات و جمیل بثینه و لیلا اخیلیه. اینا یک چند تا از شعرهایی بودند که در زمان بنی امیه و شهرت داشتند و در گوشه و کنار دنیای اسلام از جایگاه و از احترام بلندی برخوردار بودند. وقتی که ما میگویم که این نامها را چند تا نام در 12 نامی را که ما یاد میکنیم در مدار 100 سال اینا با هم زندگی میکنند یا 100 چند ساله که 150 سال اینا زندگی میکنند، این به این معنی نیست که در 150 سال دیگر شعرا نبوده. شعرا شاید هزارها شاعر میبوده ولی در بین همه اینها تاریخ‌دان‌ها وقتی که نوشته میکنند یا کسانی که تاریخ ادبیات را معمولا نوشته میکنند، او کسایی که خیلی بارز بودند و تاثیرگذار بودند و مردم از اونها زیاد متاثر بودند از شخصیتشون، اونا را بیشتر مورد عنایت قرار میدن. و بدون شک اگر ما کتاب‌های ادب و کتاب‌های تاریخ را مورد مطالعه قرار بدیم شاید با نام‌های زیادی بر بخوریم که اونها از جمله شعرهای چیره دست زمان خود بودند. خیلی سپاس جناب دکتر صاحب، سپاس از اینکه به برنامه تمدن اسلامی آمدید. تشکر از شما جناب. خیلی سپاس و بینندگان و شنوندگان عزیز، داشته های برنامه تمدن اسلامی همین قدر بود. بقیه برنامه های تلویزیون هلال همچنان بیننده باشید و سر بزنید به یوتیوب چینل ما و سلسله برنامه های تمدن اسلامی را اونجا هم میتونید بیننده باشید. وقت خوب خوش به همیتون میخواییم. الله نگهدار.